اثر بنیادی قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفوروف تاجیکان با تشبث بیواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مقصد آشنایی پیدا کردن با گذشته پر افتخار خلق تاجیک و بلند برداشتن حس خودشناسی ملی از نو در یک جلد انتشار شده در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر یک خانواده تحفه کرده شد. کتاب مذکور سال 1972 با زبان روسی از چاپ برآمده، سالهای 1983 و 1985 به زبان تاجیکی ترجمه و انتشار گردیده است. آن سه مرتبه دیگر بازنشر شده است. کتاب تاجیکان باباجان غفوروف در علم تاریخ شناسی وطنی و خارجی شهرت بزرگ دارد. مؤلف تاریخ خلق تاجیک را در پایه کنسپسیای مکمل علمی تحقیق کرده، از مواد فراوان تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی، باستان شناسی و مدرک و منبع های زیاد استفاده نموده است. دانشمند نیکسیریش توسط این شاه اثر خود تاجیکان را به جهانیان معرفی نموده، در اساس سرچشمه های علمی نقش آنها را همچون ساکنان بومی منطقه در رشد تمدن بشری معین کرده است. کتاب مذکور برای مطالعه عمومی پیشنهاد شده، شخص را به سرنوشت خلق تاجیک از زمان باستان تا دوران نو شناس می نماید. شناسنامه ملت تاریخ فراگیر زمانهای گذشته و امروز می باشد. در دایره این فاصله های زمان آدمان به تشکل جمعیت انسانی بها می دهند و واقعیت را آشکار می سازند. ما به تاریخ خلق تاجیک از روی همین حقیقت نظر انداخته، صحیفه های پر افتخار آن را می آموزیم، با کارنامه گذشتگان شناس می شویم، انعنه های نیکی به یادگار گذاشته آنها را ادامه می دهیم، و هر یک رکن آن را گرامی می‌داریم. به عبارت دیگر، تاریخ خلق تاجیک برای هر یک فردی وطن‌دوست همچون منبع خودآگاهی و خودشناسی خدمت کرده، در اساس آموزش راهی پرشرف تعیین نموده گذشتگان مسیر پیشرفت او را معین می‌نماید. ما با واقعه‌های دیروزه، دستاوردهای امروز و دورنمای حیات آینده خلقمان خالصانه و واقع‌بینانه نظر می‌اندازیم و به تاریخ آن احترام می گذاریم. خلق تاجیک در طول هزار ساله ها به شرافت شخصیت های مبارز و جسور، وطن دوست و مهن پرور، دانشمند و بننگ و ناموس توانسته است که به گنجینه تاریخ و تمدن بشر سهمی ماندگار گذارد. این ملت فرهنگ سالار و تمدن ساز در دوره های گوناگون ظلم و ستم و فاجعه ها و دهشت های اجنبیان را پس سر نموده، در جای به قوم های زیاد همکاری کرده و بر ضد ایده دیگر مبارزه بی امان برده است. مردم شرفمند ما در همه مرحله های تاریخ برای حفظ هویت و انعنه و ارزش های ملی خیش با قوم و قبیله های سهرگرد و بادیانشین تلاش و مقاومت کرده، در این راه هزاران نفر فرزند نوانوارش را از دست داده، به مشکلات های زیاد به استقلال و آزادی رسیده است. هر فردی بیداردل ملت باید آموزش تاریخ خلق عزیزش را وظیفه مقدس خود داند، از گذشته پرشب و فراز آن سبق گیرد و با کارنامه های فرزندان مردم با همتش شناس شده آنها را در حفظ تاریخشان جای دهد. بنابراین در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 26 دکبر سال 2019 تاکید نمودند که تاریخ پر افتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی است و ما وظیفه داریم که به آن ارج گذاریم، صحیفه های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشتگان خود را آموزیم و آن را همچون اساس غایه وطن دوستی و صداقت به وطن تشویق نماییم. وابسته به این حکومت مملکت وظیفه دار گردید که با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر اکادمی باباجان غفوروف کتاب تاجیکان را از حساب فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر یک اویله کشور دسترس نماید. شرایط امروز مطالعه این اثر پرقیمت برای آموختن و شناخت درست و واقع بینانه گذشته خلق تاجیک نقش مهمی بازیده به تحکیم خودشناسی ملی ساکنان کشور مساعدت می نماید.
در این کتاب سرنوشت خلق تاجیک و دوره‌های مهمترین تحول و تشکل آن به دلیل‌های ردناپذیر علمی اثبات کرده شدند. اکادمیک باباجان غفوروف از جمله چهره‌های ماندگار تاریخ ملت تاجیک میباشد که از مکتب بزرگ استاد صدرالدین عینی گذشته با آثار گرانبهای خیش میان علاقمندان علم و فرهنگ محبوبیت بی‌اندازه پیدا کرده است. این فرزند فرزانه ملت در برابر بدوش داشتن وظیفه های مسئولی دولتی و سیاسی پیوسته به تحقیق تاریخ ملت تاجیک مشغول شده، این کهندیار را در میان جمهوری های سابق، اتحاد شوروی و جهان به طرز شایسته معرفی نموده است. باباجان غفوروف از آخری سالهای سیوم و اولی سالهای چلومی عصر 20 به آموزش تاریخ خلق تاجیک آغاز کرده، سال 1947 نخستین اثر خود را به عنوان تاریخ مختصر خلق تاجیک تألیف نموده است. عالم دقیق کار در این کتاب با دلیل‌های علمی اثبات کرده است که تاجیکان قدیمترین خلق بومی آسیای میانه می باشد. او با این اثرش صحیفه های نوروشن سرنوشت خلق تاجیک را آشکار کرده، علمی تاجیک شناسی وطنی را بنیاد گذاشته است. استاد صدرالدین عینی با اثر مذکور تقریض مفصل نوشته، نشر کتاب را در تاریخ فرهنگ خلق تاجیک حادثه بزرگ نامیده است. این بهای بلند استاد عالم پختکار را روح بلند کرده، او را وظیفه دار نموده است که کارهای علمی و تحقیقاتیش را در این سمت ادامه دهد و با آموزش تاریخ خلق تاجیک باز هم جدیتر مشغول شود. چاپ کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک جواب علمی و اساسناک به مورخانی بود که اولی سده بیستم موجودیت ساکنان اصلی آسیای میانه تاجیکان را زیر شبهه گذاشته بودند. باباجان غفوروف با نشر این اثر اتفاق نکرده، کتاب را دو مرتبه دیگر با ایلاوه و توضیح ها چاپ نموده اثبات کرد که تاجیکان در آسیای میانه ساکنان بومی و صاحب تاریخ و تمدن عالم شمول می باشند و همین تاریخ به علمان تحریفگر ضربه جانکاه زد. دانشمند باریکبین و ملت دوست و دوراندیش حقیقت تاریخ را با جرأت بی‌سابقه تحقیق نموده، در زمینه سرچشمه های متمدن علمی و تاریخی و حفریات باستانشناسی به قوم های آریایی نسبت داشتن تاجیکان را اثبات کرد. این دلیل ها بودند که کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک و نشر منبع آن با زبان روسی در میان جامعه شهرت پیدا نماید. اکثر مورخان وطنی و خارجی کتاب مذکور را در تاجیک شناسی همچون سرچشمه با اعتماد علمی اعتراف کردند. سالهای 50 و 60 سده 20 باباجان غفوروف در برابر کارهای سیاسی و جمعیتی با دریافت کمترین فرصت به تحقیق و آموزش تاریخ، فرهنگ و ادبیات تاجیک کمر بسته، در سیمپوزیوم و کنفرانس‌های سطح بلند، سخنرانی و مجله‌های با نفوذ جهان مقاله‌های علمی انتشار می‌نمود. تحقیق و جستجوهای پی در پی باعث گردید که باباجان غفوروف مثلا علیه چاپی کتاب بسیار جلده تاریخ خلق تاجیک را به میان گذارد. این پیشنهاد از جانب عالمان اکادمی علم های تاجیکستان با جلب متخصصان از شهرهای مسکو و لنینگراد دستگیری یافت و هیئت تحلیلی و تحریری کتاب تأسیس داده شد که باباجان غفوروف یکی از سروران آن به شمار می رفت. وی همراه اکادمیک لیتوینسکی جلد یکم و همراه بلینسکی جلد دوم کتاب مذکور را تحریر نموده، در آماده کردن همه جلدهای دیگر نیز سهمی بی‌واسطه گذاشته و کتاب تاریخ خلق تاجیک در 3 جلد و 5 کتاب سالهای 1963 و 1965 نشر گردید. این کتاب ها که آموزش تاریخ تاجیکان و خلقهای دیگر آسیای میانه را مکمل گردانیده است، در اساس بازیافت های جلد تاریخی و باستانشناسی فراگیر معلومات نو درباره ساکنان این مرز و بوم به حساب می رود. بعدی به وظیفه دیرکتر اینستیتوت شرق شناسی اکادمی علم های سابق اتحاد شوروی تعیین گردن باباجان غفوروف پورا به کارهای علمی و تشکیلی مشغول شده، در برابر حل مسئله های مبرم علمی شرق شناسی و معرفی شایسته ساحه‌های گوناگون علمی سابق اتحاد شوروی، تاریخ دامنه‌دار تاجیکان را تحقیق کرده، مسائل گنوسئولوژی و آنتروپولوژی، پروبلم‌های اتنوگنسیزیو و اتنوفرهنگی خلقیت و ملت های آسیا میانه را مورد آموزش قرار داده است. در همین دوره باباجان غفوروف به تاریخ کتاب تاجیکان
آغاز کرده دایر به تاریخ تاجیکان مواد زیادی علمی جمع آوری می نماید. سرچشمه های نو و نادر دریافته می کند از اثرهای عالمان انگلیس، آلمانی، آمریکایی، فرانسوی، ژاپنی و ایرانی استفاده می برد و کتاب را به تکیه به دستاوردهای آخرین علمی متن شناسی، تاریخ نگاری، سکه شناسی، زبان شناسی، ادبیات شناسی، مردم شناسی، آنتروپولوژی و بوستون شناسی برای نشر آماده می کند. خوشبختانه بعد از زحمت های زیاد کتاب تاجیکان به زبان روسی سال 1972 با تعداد 10000 نسخه از چاپ برآمده. نشر کتاب تاجیکان در آن سالها یکی از رویدادهای مهم تاریخی و علمی خاورشناسی اتحاد شوروی و جهان به شمار می رفت. طبیعی است که در آن زمان انتشار نمودن کتابی به نام تاجیکان کاری آسان نبود و هر یک شخصیت سیاسی و علمی به چنین اقدام دست میزد، ولی مقام علمی و جمعیتی و جسارت و متانت فرزند فرزانه ملت تاجیک بابا جان غفوروف امکان داد که او اثر خود را مست با همین نام انتشار کند و شهرت جهانی کسب نماید. اثری مذکور در ردیف نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با عالمانی که تاریخ را تعریف نموده موجودیت خلق تمدنساز تاجیک را اعتراف نمی‌کردند و عقیده های غرضناک پهن می‌نمودند جواب قطعی علمان اساسناک گردید. کتاب تاجیکان سال 1983 به زبان تاجیکی ترجمه و چاپ شد. در نشر تاجیکی با هدایه خود مؤلف سرچشمه های علمی که تا سال 1977 دایر به تاریخ خلق تاجیک و خلقهای دیگر آسیای میانه انتشار نکرده بودند و کتاب وارد و فهرست مخزن تکمیل داده شدند. اکادمیک باباجان غفوروف در کتاب تاجیکان تاریخ خلق ما را از دوره قدیمترین تا ابتدای عصر 20 تحقیق کرده، قلمرو پیدایش و زیست پیش گذشتگان تاجیکان را درست معین نموده، دوره های اساسی تشکل یافتن این خلق را در اساس سرچشمه های خطی قدیم، حرفیات زیادی با سنشناسی، رساله های علمی و مقاله های معرخان و فرهنگشناسان معروف غرب و شرق مورد پژوهش قرار داده است. خود مؤلف تاکید می نماید که تحلیل مختصر و حتی تنها نمبرکنی سرچشمه های امکانیت می دید که برای تحقیق تاریخ تاجیکان در عهد قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو تصورات پیدا می کنیم، زیرا منبع های گوناگونی بای موجود بودند. بابا جان غفور برای اثبات ساکنان قدیمترین و قلمرو وسیع شرق بودن خلق تاجیک و دوره های تشکل آن از میراث گرانبها های قدیم اوستا، ویده ها، کتیبه های دوره های گوناگون مخصوصا سغدی و باختری، بازیافت ها و بایگانی های خطی، اثرهای مورخان و جغرافیا شناسان دانشمند علم های گوناگون، خاطره و یادداشت های سیاحان و سفیران کشورهای خارجی، وثیقه ها، حجت ها رسمی دولتی و غیره را فراوان استفاده کرده است. فصل کتاب تاجیکان با تحقیق ساخت جامعه ابتدایی با زوال آن در سرزمین آسیا میانه اختصاص یافته، مؤلف داده به پیدایش جامعه انسان، دوربندی زمان قدیمترین تاریخ خلق تاجیک، یادگاری های بی‌نظیر اثرهای سنگ و برنج در حدود منطقه معلومات داده است. در زمینه دلیل های قوی جغرافیان تاریخی و مدنی آسیای میانه را در عهد برنجی مقرر و ترکیب نژادی اهالی منطقه را معین نموده است. مهمترین مسئله که اکادمیک باباجان غفوروف در این فصل به میان گذاشته است موضوع عمومیت هندو آریایی و راه های کوچی قوم و قبیله هندو ایرانی در عهد برنجی می باشد. او در زمینه تحلیل همه‌جانبه با چنین خلاصه مهم آمده است که آسیای میانه و قلمروهای همجوار آن مرکز اساسی تشکل و گسترش اقوام و قبایل آریایی بودند. مؤلف در همین فصل تاریخ قوم‌های آریایی آسیای میانه را در عصر 9 میانه و عصر 6 پیش از میلاد در باب علایده بررسی نموده است. دایر به ارزش منترین یادگاری خطی مردم آریایی اوستا، آیین مقدس زردشتیه و نخستین دولت‌ها و اتحادیه آریایی معلومات می‌دهد. مثلا تشکل قدیمترین دولت‌های آریایی تحلیل کرده در زمینه سرچشمه‌های تاریخی از جمله معلومات اوستا، اینچنین نوشته‌های مورخان و مؤلفان یونانی خلاصه می‌کند که در ناحیه‌های مترقی آسیای میانه اولین دولت‌ها تشکیل یافتند و اینها همان دولت‌هایی می‌باشند که در اوستا دهویستی نامیده شده است. یعنی ارزش های دولتداری گذشتگان تاجیکان هنوز پیش از زمان حقومنشین ها و از دوره های پیدایش نخست دولت های آریایی باختر و سغد و خورز ابتدا گرفتند. در فصل دویم کتاب اکادمی باباجان غفوروف در 5 باب تاریخ نیاکان تاجیکان را از عصر 6 پیش از میلاد تا عصر 4
میلادی از تشکیل و رشد دولت حکومانشین ها تا زمانی به عرصه سیاسی آمدن ساسانیان و هیتالیان تحقیق نموده است. مؤلف در این بخش و اثر خود دوره نهایت طولانی تاریخ گذشتگان ما را توضیح می دهد. واقعا در فاصله زیادی از هزار سال در سرزمین اجدادی تاجیکان حوادث گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوسته است. عالم معروف پیش از هم با تشکل و رشد شاهنشاهی حکومانشین ها مبارزه گذشتگان تاجیکان بر ضد یونانیان و مقدونی ها شورش های مردم با مقابل آنها سلوکیان و شرکت آنها در تقسیمات امپریای اسکندر تشکل دولت یونانی اساسی باختر بالاروی نفوذ خاندان اشکانیان و نظام دولتداری آنها توجه ظاهر نموده است. بابا جان غفوروف در جریان بحث به محققی که نقش یونانیان و مقدونی ها را در تاریخ مردم شرق از بودش زیاد نشان می دهد جواب می نویسد. اما حقیقت این است که مدنیت هزار ساله شرق و مدنیت یونان در دیگر مملکت های غرب تأثیر بزرگ و همه‌جانبه رسانیده است. مثلا مسئله کشانیان پیدایش و سالنامه سلطنت آنها یکی از بحث نکتری موضوع های میانی تاریخ شناسا محسوب میابد. بابا جان غفوروف از تحلیل این موضوع کنارگیری نکرده سنه های سلطنت و دولتداری مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این مرحله تاریخ را در بابی علاهیده به رشته تحقیق میکشد. از جمله به مسئله پیدایش خیانیان اسونی ها و هیتالیان توجه کرده آنها را قبیله های ایرانی زبان آسیای میانه میشمارد. اکادمی بابا جان غفوروف در فصل علایده تاریخ عصرهای 4-7 را مورد بررسی قرار داده بیشتر به مسائل سیاسی تشکلی دولت ساسانیان تاریخی اتنیکی پیدایش خیانیان و هیتالیان جمعیت هیتالیان و اعضای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آنها توجه نموده است. مسئله خاکان ترک و نفوذ حاکمیت آن در آسیای میانه مناسبت آنها با هیتالیان و ساسانیان را بررسی کرده بابا جان غفوروف تاکید می نماید که در آن زمان در ولایت های اساسی آسیای میانه تخارستان، خوتلان، سوخت، چغانیان، شمان، ایسروشن، فرغانه، چاچ، خارز صدها حاکمان محلی و ملکداران خرد و بزرگ پدید آمدند که هر کدام مستقل یا نامستقل بودند. از جمله در اساس مخزهای خطایی می نویسد که عرض تخارستان نسبت به طولش 3 برابر زیاد بوده آن به 27 مول تقسیم می شود. در همین فصل تاجیکان صحیفه بس جالبی به تاریخ تخارستان، سغل و ملکای دیگر منطقه در عصر 6 ابتدای عصر 7-8 بخشیده شده است. مؤلف در زمینه منبعهای فراوان تاریخی حرفیات زیادی حدود تاجیکستان امروزه به مثل اجیناتپا پنجکنت قدیم دایر به تاریخ سیاسی رشد اقتصادی و فرهنگی این ملک های آریایی نقش باختری ها تخاری ها و سغدیان بر رشد تمدن منطقه معلومات مفصل می دهد. یکی از مهمترین فصل های تاجیکان بابا جان غفوروف فصل 4 می باشد که در این قسم کتاب عالم زکی و از طرف عرب های استیلاش شدن حدود سرزمین تاجیکان و مبارزه شدید ساکنان منطقه با مقابل آنها را تحقیق کرده عاقبت استیلای عرب ها و تاثیر آن را به اقتصادیات و فرهنگ واضح نشان می دهد. پیش از همه مبارزه آزادی خوانه فدایان سغد و خطلان جنبش و حرکت های خلق ضد عرب ها به مثل شورش ها با سروران ابو مسلم خراسانی و مقنع که قدم های جدی در راه پایه‌گذاری نخستین دولتداری ملی بودند در مرکز دقت عالم قرار گرفتند. در باب دویم این فصل عالمی پختکار داره به دولت های تخاریان، تاهریان، سفاریان، سامانیان در عصرهای 9 و 10 معلومات مفصل داده اوید به تاریخ سیاسی و حیات اقتصادی و فرهنگی سرزمین اجدادی اظهار اندیشه نموده است. مؤلف در زمینه تحلیل وسیع علمی روند تشکل تاجیکان را همچون خلق واحد به قلم می دید. او تاکید می کند که هنوز خیلی پیشتر از وارد شوی عرب ها به آسیای میانه این جریان آغاز گردیده در دوره که حاکمیت در ماورالنهر و خراسان در دست سامانیان بود انجام می یابد. وی روندهای اتنیکی را که از دوره های قدیم جریان گرفته بایستی از خلقیت های سغدیان، خوارزمیان، فرغانگیان، باختریان، تخاریان تشکل یافتن خلق تاجی گردیدن ثابت می‌سازد. اما ادعای برخی از علمان که فرهنگ و زبان این خلقیت را
کاملاً مستقل می‌دانستند، کلاً رد نموده تأکید می‌کند که تاجیکان همچون اتناسی مستقل محض در زمینه همه خلقیت‌ها و دیگر گروه‌های آریانی تباری شرق ایرانی تشکل یافتند. اکادمیک بابا جان غفوروف زمینه و مرحله‌های اساسی اتنوگنز و روند تشکل خلق تاجیک را درست معین می‌نماید. پژوهش‌های بعدی چاپی تاجیکان انجام یافته مدرک‌های نو به نوی باستان‌شناسی و زبان‌شناسی و تحقیقات جالبی نظرروی دایر به اتنوگنز درستی کانسپسیا و دانشمندی حقیقت نگار را تصدیق کردند. خلاصه های اکادمیک بابا جان غفور دایر به منسوبیت نژاد تاجیکان، اشتراک عنصرهای گوناگون اتنیکی در تشکل اتنوسی تاجیک، پیدایش و تشکل زبان ادبی تاجیکی، احیای آیین و سنت های دولتداری و فرهنگی آریایی از طرف خاندان های تاجیکان، حکمرانی منطقه مخصوص سامانیان در علم تاریخ شناسی تا حال هم محک استفاده می شود و با تحقیق نو بیشتر استوار می گردد. در باب دیگر همین فصل با استفاده از امکانات های موجوده علمی معاصر دایر به تاریخ تاجیکان و عموماً منطقه در دوره پس از انقراض دولت سامانیان، استولای مغول و حکمرانی خاندان تیموریان معلومات مفصل می دهد. مخصوصاً در بخش تحلیل تاریخ دوره استولای مغول، اکادمیک بابا جان غفوروف کانسپسیای کاملاً نو و علمی مکتب تاریخ‌نگاری شوروی را پیش می گذارد و از نظر پیشنهاد کرده گروهی و از شرق شناسان شناخته از جمله اکادمیک روتولد برقی فرقی کلی داشت. او در اساس منبعهای دقیق مخص شناسی و با دلیلهای علمی خلاصه می نماید که استیلای مغول به مردم آریانژاد ضربه هلاکت‌آور زد و باعث خرابی و تنزل این منطقه پیشرفته گردید. عاقبت فاجعه بار استیلای مغول به عقیده دانشمندان پیشرفته منبعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را به مدت بسیار طولانی عقب پرتافت. کتاب دویم تاجیکان تاریخ خلق تاجیک را در ابتدای عصرهای 16 تا ابتدای عصر 20 در بر میگیرد. این مرحله تاریخی برای مردم تاجیک برای بس و مشکل تقدیرساز و زمان تقسیم و پرشوی در زیر فشار اجنبیان باشد. گرچند مرز و بوم سنت و آیین فرهنگ دولتداری و زبان کارگزاری به تاجیکان تعلق داشت، ولی حکمیت سیاسی و رشته اداره کنی در دست خاندان دیگر بود. محض در همین دوره به تشکیل دولت نخستین افغانستان و خونگری های علایده در آسیای میانه بخارا، خیوه، خوقان و بعدن به استیلای روسیه پادشاهی پراکنده شوی، تاجیکان در هیئت دولت های گوناگون به وقوع آمد. بابا جان غفوروف می نویسد محض در همین وقت بین دولت های مختلف تقسیم شدن خلق تاجیک انجام می یابد. در جریان انعکاس تاریخ عصر 19، اکادمیک بابا جان غفوروف نسبت به تحقیقات پیشینه خود در مسئله رقابت انگلیا و روسیه در آسیای میانه بالاروی، جنبش مردمی و اشتراک تاجیکان در واقعه های سیاسی و اجتماعی یک قطار توضیحات و عقیده های کاملا نو را اضافه نموده است. برابر تصویر همه‌جانبه تاریخ سیاسی، حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مرحله طولانی تاریخ توجه عالم همیشه به نقش و مقام تاجیکان در نظام دولت‌های آن وقته بوده. پیوسته و پیشصفی تاجیکان در کارگزاری دولتی علم و فرهنگ و صنعت و هنر معلومات می‌دهد. در همین زمینه او نقش تاجیکان را در تشکل و رشد تمدن منطقه و جهان روشن نموده و از زندگی و مبارزه آنها را در زمان استیلای اجنبیان تصویر می نماید. اینچنین مورخ مقام این ملت باستان را در پایدار عنصرهای اصلی فرهنگی ملی، بخصوص آیین‌های دولتداری، فرهنگ‌سالاری، حفظ ارزش‌های اجدادی، مخصوصا زبان ناب و شیوه تاجیک را با مثال‌های زیاد علمی واقع‌بینانه تحلیل نموده است. اکادمیک بابا جان غفوروف توسط این تحقیق خود باری نخست کانسپسیای یگانه علمی تحقیق و آموزش تاریخ خلق تاجیک را پیشنهاد کرد که امروز در علمی تاریخ شناسی و خاورشناسی جهان اعتباری مخصوص دارد. از تالیف این شو اثر اکادمیک بابا جان غفوروف قریب نیم عصر گذشته است و در این مدت علم‌های جامعه شناسی پیش از همه تاریخ شناسی و باستان شناسی خیلی روش نموده و دستاورد و کشفیات و تحقیقات زیاد نائل گردیده است. اما مسلم است که کانسپسیای علمی تحقیق و آموزش تاریخ خلق تاجیک که این عالم نامدار ملت منظور کرده است تا امروز استوار بوده، مورد اعتراف اهل علم و دانشمندان قرار دارد. بعد اثر بنیادی بابا جان غفوروف بسیار دانشمندان و محققان داخلی و خارجی به تاریخ خلق تاجیک
Этногенез ва эстонимии тоҷикон машғул шуда то ба имрӯз асару мақолаҳои зиёде чоп карданд, ки дорои ахбори набуда, таърихи халқи тоҷикро ба ин ё он андоза мукаммал мекунад. Дар баробари ин дар махзҳои зикршуда сарчашмаҳои нав, бозёфтҳои охирини бостоншиносӣ, дастхатҳои нодир ва минтақа ва матнҳои қадимаи ахирин дарёфт шуда истифода карда, ки албатта қобили қадр мебошад ва ба мо муаллифонаш изҳори сипос мекунем. Маҳз осори мондагори академик Бобоҷон Ғафуров пояи бунёдии омӯзиши таърихи халқи тоҷикро ташкил дод. Аз ин рӯ корҳои нав илми идомаи иқдому неку шоистаи ин муаррихи барҷаста мебошад, ки ба муаррифи халқи тоҷик ва таърихи пурифтихори он мусоидат менамояд. Табиӣ аст, ки онҳо низ ба мавриди мутолиа ва омӯзиш қарор гиранд. Дар баробари ин таъкид месозем, ки шоаъсари бевазаволи Бобоҷон Ғафуров тоҷикон шиносномаи миллати мо буда, дар ташаккули худшиносии миллӣ ва рушди тафаккури таърихи тоҷикон хизмати шоиста кардааст. Итминони комил дорем, ки китоби мазкур солҳои баъдӣ низ рисолати худро иҷро карда ба болоравии ҳисси ватандӯстии наслҳои ояндаи кишвар мусоидат менамояд. Худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ аз огоҳӣ доштан аз таърихи гузаштаи халқ ва ошноӣ ба корнамоии фарзандоне, ки дар роҳи расидан ба озодиву истиқлол ва таҳкиму пойдории давлатдории миллӣ талош кардан сарчашма мегирад. Моро зарур аст, ки худогоҳиву худшинос бошем. Таърихи пурифтихору фарҳанги оламшумули ниёгони сарбаланди хешро аз худ намоем ва ба хизмати беназири адибону мутафаккирони номдори пешнамон арҷ гузорем ва барои ҳифзу суннату анъанаҳои неке, ки аз замони бостон то ба имрӯз боқӣ мондааст, талош варзем, хотираи фарҳангиву таърихии худро ва тавсеъ бахшем барои пайдории истиқлолу озодии давлати миллиямон ва ҳар як ваҷабҳо, ки ин ватани муқаддас, ҳамеша омода бошем. Осори гаронбаҳои устод Садриддин Айни, Мирзо Турсунзода, корнамоиҳои шоистаи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, талифоти беназири аллома Бобоҷон Ғафуров барои ҳар яки мо манбаи арзишманди худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ, намунаи олии мактаби ватандӯстӣ, садоқат ва устувориву мардонагӣ ба ҳисоб меравад. Бовар дорем, ки чопи нави китоби тоҷикон баробари дастраси ҳар яки хонаводаи тоҷик гардани он мавриди истиқбол ва мутолиа ва омӯзиш қарор гирифта. Ҳамчун мағзани маърифат барои шиносоӣ бо таърихи пурифтихори ин халқи тоҷвару тоҷдор, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳунарманду кишоварз хизмат менамояд. Ба хонандагони азиз муроҷиат карда мехоҳам, ки хотирнишон намоям, ки мо дар давраи ҳассоси давлатсозӣ, яъне дар оғози марҳилаи бунёди давлати миллӣ қарор дорем. Моро зарур аст, ки давраҳои таърихи рӯзгори халқамонро бо диққати том мутолиа намоем ва ҳар саҳифаи гузаштаи ниҳояти пуршебу фарозаш сабақ омӯзем, аҷдоди номбардори худро шиносем, аз решаҳои қадимии миллати хеш огоҳ бошем, ба мардуми бумӣ фарҳангиву тамаддунсоз, ҳунарманду эҷодкор ва сои маърифат будани халқамон ифтихор кунем. Таърих, забон, фарҳанг ва суннату анъанаҳои миллиро ҳифз намоем. Дар шароити имрӯзаи ҷавонишаҳӣ мо бояд ба иштибоҳу хатоҳое, ки дар таърихи миллатамон борҳо иттифоқ афтан, роҳ надиҳем. Ба ояндаи хеш назари нек дошта бошем, боз ҳам муттаҳид гардему ба рамзҳои давлатдории миллиамон арҷ гузорем. Зиракии сиёсиро аз даст надиҳем, барои сулҳу суботи пойдор талош намоем ва дар пойдориву устувори давлатдории миллии худ саҳми арзанда гузорем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.